انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 21 آیات 18 تا 22. نیروی ایمان. صبح روز بعد وقتی عیسی به اورشلیم باز میگشت، گرسنه شد، کنار جاده درخت انجیری دید، جلو رفت تا میوه ای از آن بچیند، اما جز برگ چیز دیگری بر درخت نبود. پس گفت: دیگر هرگز از تو میوه‌ای عمل نیاید. بلا فاصله درخت خشک شد. شاگردان بسیار حیرت کرده گفتند: چه زود درخت خشک شد. عیسی به ایشان گفت: باور کنید، اگر شما نیز ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه فقط این کار بلکه بزرگتر از این نیز انجام خواهید داد. حتی می توانید به این کوه زیتون دستور بدهید که از جای خود کنده شده به دریا بیفتد و یقیناً دستور شما اجرا می شود. شما هرچه در دعا بخواهید خواهید یافت، به شرطی که ایمان داشته باشید. انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 21 آیات 23 تا 32. عیسی سؤالی را با سؤال جواب می دهد. عیسی دوباره به خانه خدا آمد و به تعلیم مردم پرداخت. کاهنان اعظم و مشایخ قوم پیش آمدند و از او پرسیدند: با چه اجازه‌ای دیروز تاجرها را از اینجا بیرون کرده ای؟ چه کسی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی جواب داد: من نیز از شما سؤالی می کنم. اگر به آن جواب دادید، من هم جواب سؤالتان را خواهم داد. آیا یحیی از جانب خدا فرستاده شده یا نه؟ ایشان با یکدیگر مشورت کردند و به هم گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، آنگاه به ما خواهد گفت که چرا سخنان او را قبول نکردید، و اگر بگوییم از جانب خدا نبود، این مردم بر ما هجوم خواهند آورد، چون همه یحیی را رسول خدا می دانند. سرانجام گفتند: ما نمی دانیم. عیسی فرمود: پس در این صورت من هم به سؤال شما جواب نمی دهم. اما نظرتان در این مورد چیست؟ مردی دو پسر داشت. به پسر بزرگتر گفت: پسرم، امروز به مزرعه برو و کار کن. جواب داد: من نمی روم. ولی بعد پشیمان شد و رفت. پس از آن به پسر کوچکترش همین را گفت. او جواب داد: اطاعت می کنم آقا، ولی نرفت. به نظر شما کدام پسر دستور پدر را اطاعت کرده است؟ جواب دادند: البته پسر بزرگتر. آنگاه عیسی منظورش را از این حکایت بیان کرد: مطمئن باشید، گناهکاران و فاحشه ها زودتر از شما وارد ملکوت خدا خواهند شد، زیرا یحیی شما را به توبه و بازگشت به سوی خدا دعوت کرد، اما شما به دعوتش توجهی نکردید، در حالی که بسیاری از گناهکاران و فاحشه ها به سخنان او ایمان آوردند. حتی با دیدن این موضوع باز هم شما توبه نکردید و ایمان نیاوردید.